توی این ویدیو سه تا نکته خدمتتون عرض می‌کنیم که باعث میشه کولر ماشینتون سرد و تگری باشه. در ادامه با ما باشید. خیلی مخلصیم. عرض سلام و عرض ادب. خیلی خوش اومدید به کانال بهره خودروها جان. دوستان دقت کردید بعضی از ماشین‌ها باد کولر سرد و درست حسابی ندارن، یعنی کولرشون جون نداره. وقتی بررسی می‌کنید می‌بینید که فشار گاز کولر میزونه، قطعات کولر و سیستم تهویه مطبوع هم مشکلی ندارن، ولی اون سرمایی که باید کولر بده نمیده. توی این ویدیو سه تا راهکار خدمتتون عرض می‌کنیم که باعث میشه باد خروجی کولر ماشینتون سرد و یخچالی باشه. هدف ما کاهش هزینه‌های ماشین شماست، پس اگر اتفاقی ما رو دیدید اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر مطالبمون براتون مفیده با لایک به ما دلگرمی میدید. خیلی مخلصیم، بریم روی ماشین. یکی از قطعاتی که نقش خیلی مهمی توی عملکرد کولر ماشین شما داره کندانسور کولر ماشینتون هست. کندانسور کولر وظیفه خنک‌کاری مبرد یا همون گاز کولر رو بر عهده داره. به خاطر اینکه رادیاتور کندانسور یک فاصله چند میلیمتری بینشون هست، معمولاً این وسط پر خار و خاشاک و آلودگی و گرد و خاک و بعضاً پلاستیک میشه. روی این پژو بیایید تا بهتر خدمتتون توضیح بدم. بریم روی این پژو. این ماشین فشار گاز کولرش میزونه ولی سرمایه خیلی خوبی نمیده. حالا میخواییم با هم ببینیم که ببینیم وضعیت داخل این دوتا بین کندانسور و رادیاتور چه صورته. ببینید اینجا رو، برای که کندانسور رو تمیز کنید شما نیازه که این رادیاتور رو یه ذره بکشید عقب. اگر تعمیرکار باشن که دوستان همکار میدونن که جنتا رو باید باز کنن و رادیاتور رو کلن در بیارن، ولی اگر خواستید توی منزل انجام بدید، این دوتا زامن رو میبینید، این یه دونه زامن، اینم یه دونه زامن. این زامن رو یه ذره بالا میکشید و رادیاتور رو یه ذره آزاد میکنید. این برم ببینید، بین رادیاتور و کندانسور پر خار و خاشک و آتش‌آشغاله. چطوری میشه توقع داشت که موتور فنا بتونن کندانسور و رادیاتور این ماشین رو خنک کنن؟ این مشخصه که هوایی که موتور فنا تولید میکنن نمیتونه از بین کندانسور و رادیاتور عبور کنه. در نتیجه کندانسور خیلی سرد نمیشه، رادیاتور خیلی خنک نمیشه، ماشین هم گرم کار میکنه هم کولر گرمی داره. شما برای تمیز کردن این باید اول فشار باد بگیرید، این دو تا آشغالا رو بیارید بیرون، با شیلنگ آب بگیرید و کندانسور و رادیاتورتون رو بشورید. این کار رو بکنید ببینید چقدر فرق داره. فقط مراقب باشید موقعی که دارید رادیاتور و کندانسور رو میشورید آب روی موتور فنا نگیرید. بعضی از دوستان میان با دل کارواش میشورن، کارواش میتونه آسیب بزنه به فنها یا این پره‌های کندانسور. حالا توی پراید به خاطر که این فاصله کمه، اگر شما این دوتا پیچا رو باز کنید که بوکس 10 یا 4 تخت 10 میخورن، این دوتا پیچا رو باز کنید، رادیاتور رو یه ذره بکشید عقب‌تر، نیاز نیست کامل درش بیارید و میتونید اون موقع شیلنگ آب بگیرید، کندانسور و رادیاتور رو بشورید. نکته مهم اینه که آب نباید داخل این موتور فن بگیرید. به این دوتا، یعنی فن کندانسور و موتور فن ماشینتون، نباید آب بگیرید. خیلی تمیز، حالا با یک فشار آب کم رادیاتور و کندانسور رو تمیز کنید. هر چقدر رادیاتور ماشینتون تمیزتر باشه موتور ماشینتون خنک‌تره، هر چقدر کندانسور تمیزتر باشه کولر ماشینتون باد سردتری بهتون میده. بریم نکته بعدی. رفقا دومین مورد که باعث میشه کولر ماشینتون عملکرد بهتری داشته باشه و باد سردتری به شما بده، کابل اتصال منفیه. تقویت این کابل اتصال منفی توی ماشین شما اهمیت بالایی داره. شاید بپرسید کابل اتصال منفی چه ربطی به کولر داره؟ رفقا تمام مصرف کننده‌های ماشین شما از جمله موتورفنا، از جمله کمپرسور کولر، برق منفیشون رو از بدنه، از اتاق میگیرن. معمولا مستلک شدن این کابل اتصال منفی باعث میشه که برق 14 ولتی که از دینامتون تولید میشه میاد توی مکانیزم، روی مصرف کننده‌ای مثل کمپرسور کولر، مثل موتورفنا نرسه. پس لازمه که شما کابل اتصال منفی رو تقویت کنید. یه دونه از این کابل‌های اتصال منفی تهیه کنید، قطب منفی باتریتون رو وصل کنید به پیچ کمک ماشینتون. بریم سراغ سومیش. ماشین شما یک قطعه داره به اسم فیلتر کابین یا فیلتر اتاق. این فیلتر اتاق اگه کثیف بشه باعث میشه که اول بوی نامطبوعی توی اتاق ماشینتون بیاد، دوم کثیفی این فیلتر باعث میشه که عملکرد کولر ماشینتون پایین بیاد
باد مطلوب و سرد و درجه یکی به شما تحویل نده. این فیلترها رو اگر توی مناطق کوهستانی، آفرود، جنگلی یا مناطق روستایی با ماشینتون زیاد تشریف میبرید، بهتره هر 6 ماه یک بار عوضش کنید. دوستان، ما روش تعویض فیلتر کابین تیبا کویکساینا هم خدمتتون آماده کردیم. لینکش آخر همین فیلم میذاریم، میتونید کلیک کنید و ببینید. شما این سه کار رو روی ماشینتون انجام بدید، یعنی کندانسور و رادیاتور رو بشورید، کابل منفی رو تقویت کنید و فیلتر اتاق هم عوض کنید. ببینید چقدر روی سرماده کولر ماشینتون تاثیر داره. نتیجه رو حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. شما میتونید بقیه ویدیو رو نبینید. ما میخواییم در ادامه روش نصب کابل اتصال منفی موتورهای XU7 رو تقدیمتون کنیم، چون که قبلا روی موتورهای پراید روش نصب رو خدمتتون گفتیم. بریم کابل اتصال منفی پژو رو نصب کنیم. با بوکس 10 یه دونه از این پیچ ها رو باز کنید. این قطب منفی باید همینقدر تمیز و براق باشه. هر چقدر محل اتصالات منفی شما تمیزتر باشه، انتقال جریان برق بهتر انجام میشه و مصرف کننده هاتون قوی تر کار میکنن. این میشه یک کابل تقویتی مناسب که میتونید روی پژو 405 موتورهای XU7 سمند و پارس نصب کنید. این اتصال منفی تیبا کویکساینا از قطب منفی یه دونه کابل 16 وصل کنید به پیچ روی کمک. دوستان، توی پراید قطب منفی باتری سمت جلوی ماشینه، برعکس تیبا کویکساینا. از روی قطب منفی یه دونه کابل ببرید تا پیچ روی کمک. رفقا، هدف ما تو این کانال کاهش هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شماست. بهتون پیشنهاد میکنم این دوتا ویدیو رو ببینید. ویدیوی اول در مورد علائم هشدار دهنده تسمه تایم قبل از پاره شدن هست. ویدیوی دوم هم در مورد رادیاتور ماشینه، چرا رادیاتور باعث تعمیر موتور میشه. این دوتا ویدیو رو ببینید، نظرتون رو برامون کامنت کنید. انشالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید، توی راه نمونید. دمتون گرم.